هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، به برنامه گلخوشه های سیمای آریان افغانستان خوش آمدید. خوشحال هستم که یک بار دیگه باز در خدمت شما هموطنان عزیز قرار داریم. در اولین برنامه گلخوشه ها خدمت شما عرض کردیم که این برنامه یک برنامه هنری فرهنگی که شامل معرفی چهره های جدید هنری، مصاحبه با هنرمندان سابقه دار، معرفی شعر و کتاب و همچنان نقد فیلم خواهد. خوشحال هستم که یک بار دیگه باز در خدمت شما عزیزان قرار داریم. اگر این برنامه هنری و فرهنگی مورد علاقه شما قرار گرفت، لطفاً با ما تماس بگیرید، با سیمای آریان افغانستان تماس بگیرید تا این برنامه را هرچی متنوعتر و پربارتر خدمت شما عزیزان تقدیم بکنیم. در شروع برنامه امروز خواستیم چند تا از سی دی های هنرمندای عزیز کشور که تازه به بازار آمده و سی دی هایی که ما هم شنیدیم لذت بردیم و سی دی هایی است که بر خریدن و شنیدنش می‌ارزه خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. سی دی آرزو با آواز هنرمند محبوب کشور آقای احمد ولی است که خدمت شما در بازار موجود است که لطفاً بگیرید. سی دی دیگر از هنرمند جوان کشور تازه از اروپا آمده که به نام عبید جوینده که شامل پارچه های بسیار خوب است. ما هم توصیه میکنیم که لطفاً سی دی ها را بشنویم. سی دی تقدیر با آواز ایدر سلیم آوازخوان خوب کشور است که شامل پارچه های بسیار مقبول و به شنیدن و خریدنش میارزه. همچنان سی دی بال دل با آواز هنرمند خوش آواز کشور، هنرمند سابقه دار آقای احمد شای حسن است که این سی دی را ما شنیدیم، لذت بردیم، لطفاً شما هم بگیرین، از این حتما پشیمان نخواهید شد. شامل 11 آهنگ بسیار خوب است. هموطنان عزیز، امروز در برنامه گلخوشه ها مصاحبه را خواهیم داشت با یک هنرمند خوش آواز و سابقه دار کشور. لطفاً تا چند لحظه دیگر با ما باشید. هموطنان عزیز، در این بخش از برنامه امروز صحبت داریم با یک هنرمند خوش آواز، هنرمند سابقه دار، هنرمند محبوب و خوش آواز آقای احمد شای حسن. احمد شای جان، بسیار زیاد خوش آمدین به سیمای آریان افغانستان به برنامه گلخوشه ها. خوشحال هستم که باز شما رو میبینیم. البته دیده از طریق ویدیو و کستای شما دیدیم و معرفی بودیم. خوشحال هستم که امروز صحبت داریم با شما، صحبت خودمندی باید. سلامت باشین آقای علومی، تشکر. ما هم خدمت بیننده های تلویزیون آریانا و پروگرام مخصوصا گلخوشه های سیمای آریانا افغانستان سلام عرض میکنم. امیدوار هستم که همیشان شاد و خرسند و سرحال باشن و زندگی خوبی را در پیش داشته باشن. بسیار تشکر آماچه جان. آماچه جان، در قسمت مصاحبه معمولا مصاحبه سوالات مختلف است. از میوه ها چی خوش دارین؟ از خوردنی ها؟ از چه رنگ برای کالا خوش دارین؟ اینا رو سوال نمی کنم به خاطر که هموطنان ما یقینا سالهای سال شما به رادیو بودین، به تلویزیون بودین، هنرمند سابقه دار هستین، حتما از این چیزا هموطنان ما خبر دارن. شما چی نوع خوردنی خوردین؟ حتما زیادتر خوردنی های اسپیشل، چون نام خدا تر و تازه است. تشکر. در قسمت موسیقی و هنر شما، شما از سالهای سال است که میخوانین. بله. اول از کدام سالها شروع کردین؟ بله، من گرچه بارها در مصاحبه های تلویزیونی و رادیوی خود خدمت هموطنان خود و دوستای آواز خود من عرض کردیم، برشان گفتیم که من تقریبا در سن 7 سالگی بود که من روی استیج بالا شدم و آهنگ میخوندم.
یعنی از مو وقت به این طرف ما با تشویق و احساس خوبی هموطنهای ما قرار گرفتم و اونا هم لطف کردن، مرحمت کردن و ما را تشویق کردن تا ما امروز آمد چه حسن باشم. بله بسیار خوب. آمد چه جان آهنگ ای تو مهتاب دلم، آهنگ معروف شما، آهنگ که شاید یقینا پیش از این آهنگ شما سالهای سال خواندین، در رادیو خوانده بودین، ولی آهنگ ای تو مهتاب دلم آهنگ معروف شما بود که من یقین دارم که بعد از آهنگ شما اگر در کوچه و بازارم شما را کسی میدید میفکمی آمد شای اصلا که آهنگ ای تو مهتاب دلم خواند. شما خودتان بعد از پخش ای آهنگ از رادیو و یا ای که در زمانی که خوانده بودین و تشویقی که شدین به او زمان، شهرتی که در او زمان کمایی کردین، احساس خودتان چی بود؟ بله بسیار زیاد تشکر، لطف میکنه. بله راستی هم که هر هنرمند و یا هر کسی با هر هنر و یا با هر کار از زحمت را که متقبل میشه و یا کار را که میکنه انتظار برخورد خوب زوره و یا نتیجه زوره حتما داره و زمانی که یک هنرمند بعد از تکالیف و زحماتی که یا آهنگی را که میخونه و استقبال خوبی از زحمتانه خود قرار میگیره واقعا چه احساس خوبی زوره تنها به وقت آدم احساس میکنه که خودش در عین موقف باشه. بله بله بفهمه که چی احساسی هست اون. من نمیتونم ثمره زحمت بله مورید نمیتونم تو براتون بتونم بفهمونه و یه احساس براتون بگویم که چی قسم است. واقعا یک حالت بسیار استثنایی است و حالت بسیار خوبی است که به انسان دست میده و ما البته ما چندین بار حتی ما نام احمد شاه حسن من به نام اون مهتاب دل معروف شده بود. من همیشه مردم میگفت کن مهتاب دل، به چیزی که بگه اون احمد شاه حسن میگفتن اون مهتاب دل. بله. نام ما به نام مهتاب دل شده بود و بیش از آهنگ دیگه من که به خاطر شما باشه ما اولین بار آهنگی را به نام موج سرد روزگار من سکوت شام تارم آها دل دل بود کور خوانده بودم کو مقمدت به نام احمد شاه آها دل دل معروف بودم. بعد از اون بله بعد از اون بازی آهنگ مهتاب دل خواندم که به نام مهتاب دل شد. بسیار خوب. اما چرا آهنگ ای تو مهتاب دلم آهنگ معروفتان بوده؟ بله. یقینا یه اگر شما هم الان بستر استیج باشین یقینا اما تن ما چندین بار تقاضا از آهنگ میکنن. بله. شما که بخونید. بله. ولی ما اسم میکنم شاید اما تن ما هم یه اسا کرده باشن. نظر شما رو میخوام بپرسم که ما در 8 سال یا 10 سال آخر تغییر کلی در قسمت موسیقی و آهنگ شما حس میکنم یا ای که شاید زحمتکشی های زیاد و شبانه روزی شما باعث ازی شده باشه که یک تغییر کلی در آهنگ ای تو مهتاب دلم در جای خودش آهنگ مقبول و خوب بوده، ولی شما حال فعلا امی استایل غزل یا غزل کلاسیک و نیمه کلاسیک به این رجوع کردین، این علتش چی بوده؟ و یا خودتان این حس کردین که امی استایل تغییر کرده؟ راست میگن ما خوب برای خود انسان تا اندازه البته این محسوس نمیشه، برای اینکه خودش همیشه با این کار برخورد به مجادله می باشه که پیش بره قسمی که شما فرمودین واضحه است که کسی که میشنوه او بیشتر دیگه به میفهمه تا اینکه من خودم احساس میکنم. اما تن عزیز واقعا ما یک مدت زیاد زحمات و تکالیفی را متقبل شدم و ریاضت بسیار زیاد کشیدم، خواستم که برای هموطنهای خود واقعا هنرمند خوب و آوازخوان خوب بخوایم شوم. این که ما تا کدام حد شدیم قضاوتش به دست شما باشه، شما قضاوت بکنیم که خب ما چی کردیم چی نکردیم به عمل. و من کوشش و تلاش خودم میکنم، من از یک هنرمند، من از یک کسی که وظیفه در مقابل هموطنهای خود داره، من این کار میکنم و تلاش میکنم که بیشتر برم و بیشتر از هم کار بکنم و آله رو به غزل و کلاسیک نیمه کلاسیک غزل نیمه کلاسیک رو آوردیم که امروز معمول است غزل خوانی بینمی در تمام هند و پاکستان و جایی که غزل میخوانن همین چیزا میخوانن که امروز آهنگای جنا رو به شما من که یک تو تارد بله. بسیار حالا شما با هنرمندای بسیار خوب نوازندای خوب ایندی هم همکاری کردن با شما مثل استاد تاری، آروب چترجی که هم استاد است یا مثلا اوده. اینا کسایی هستن که یقینا با هنرمندای همکاری میکنن که حداقل توانی از این چیره داشته باشه، کار داشته باشه، که من در این راه هم از شما یعنی فخر برای افغان هست که یک هنرمند خوب افغان
برای همچو هنرمندای خوب مثل تاریخان بنوازه. شما خودتان خود با نواختن از اینا خب حتما که با شما همکاری میکنن راحت حس میکنین؟ شما میفهمین که با هنرمندای بسیار خوب و هنرمندای بسیار شناخته شده و یا که منعیسی هنرمند در یک مملکت و یک دنیای هنر رو یک جایی بسیار بالا دارن و یا معرفی شدن با اون هنرمنده ها در مقابل از اون هنرمنده قرار گرفتن کار ساده و آسان نیست. بله من زمانی که با یکی از کنسرت های استاد تاری رفتم چون علاقمند بودم میخواستم بفهمم چون نام از این هنرمند معروف و نازنین من شنیده بودم خواستم برم ببینم. وقتی که رفتم اونجا بازی کنسرت شد و بعد از کنسرت مرا دوستا و رفیقایی که با ما اونجا بودن مرا گفتن بیا بریم به دیدنش. رفتیم در استیج مقابلش امرش جور بخیری و سلامالکی کردیم و من رو معرفی کردم گفتن که یا مچه های اصلا یکی از هنرمنده های افغانی ماست که غزل میخوانه امروز بسیار و من رو خواستن به چالات کردن که آوازخانه خوب ماست غزل میخوانه چطور و تا جای تعریف توصیف کردن به عمل برازو معرفی کردم و او بسیار لطف کرد مهربانی کرد من رو گفت که بسیار خوش هستم از دیدنت و امیدوار هستم بخیر کنم روز تا شب که اگر با هم یک جا بشینیم یک شب خوب سفری بکنیم در هنر و غزلخوانی و دبا. بالاخره همو شب ترتیب دادیم راستی هم اتفاقا جور شد بخیر و این پروگرام ثبت کردیم که به شما هم هست و ما در مقابل تاری در برای اولین بار بسیار عجب خود احساس میکردم که با همت یک هنرمند طبل نواز معروف که مثل مهدی حسن و استاد فتح علی خان و غلام علی خان و سلامت علی خان و امثال دیگه هنرمنده و هری هنان و دیگر رو نواخته چطور خواهد شد؟ بالاخره خب بایم تشکر از دادمو زحمات تکالیفی رو که من واقعا کشیده بودم نتیجهش همون روز من دیدم که مقابل از این قرار گرفتم و خانم امراش و او اینقدر خوش بود و سپرایز شد که هیچ من نمیفهم که او چی قسم لطف و مهربانی هایی کرد برای من گفت که من هیچ باورم نمیه که واقعا شما تا اگر افغانی ما از نرمده افغانی همینطور آهنگ ها رو میخوانه و یا رو میرقم و نرمایی میکنه بسیار خوشتون و بسیار من تشویق شدم تشکر کردم ازش و اما بعد از او باز با دیگر هنرمندهای اینجا شروع کردم.